ببینید، اگر جملمون با let شروع بشه، اولا ما دو تا کلمه داریم، یکی let us که مخفف چی میشه بچه ها؟ میشه let's. پس let's مخفف let us، let is نیست. حالا میخواستم ببینم که چه تفاوتیه بین let us و let's. let us چی رو نشون میده بچه ها؟ و let's چی رو نشون میده؟ میتونید بگید؟ آها، let us گفتیم permission رو نشون میده. permission یعنی اجازه. ولی let's گفتیم suggestion رو نشون میده، یعنی پیشنهاد رو میگه، توصیه رو میگه. حالا پسرها و دخترای گل من، اگر جمله با let us شروع بشه، سوالی کوتاش مثل جملات امری میمونه، بایستی will you استفاده کنی. ولی اگر با let's شروع بشه، بایستی از shall we استفاده کنیم. پس let us باشه will you، و let's باشه بایستی از shall we استفاده کنیم. این هم نکته دیگه ای که بایستی بدونید. let us میشه will you جوابش، و let's جوابش میشه shall we. بعضی از من میپرسن این shall معناش چیه؟ میگم اگر معنی will رو شما بگید، معنی شل هم من میگم. اینا معنا ندارن و فعل کمکی به حساب میاد. اما نکته دیگه که بایستی بدونید اینه. ببینید، مثلا میگم که there's little coffee in the bottle. یه جمله است، میخوایم سوالی کوتاهشو بنویسیم. خب اگر شما دقت بفهمید، می‌بینید ظاهر جمله مثبته، اما این توضیح رو می‌خوام بدم که هرگاه در جمله کلماتی مانند few، little، عزیزان من میگم few نمیگم a few، میگم لیتل نمیگم الیتل، چون الیتل داستانش فرق میکنه، فیو داستانش، افیو داستانش فرق میکنه. میگم اگر فیو باشه، لیتل باشه، نو باشه، نور باشه، عرصبت که سلدم باشه، ریلی باشه، هاردلی باشه، و یا هر عامل منفی دیگری وجود داشته باشد، این جلوش نقطه چی میذارم، سوالی کوتاه آن بایستی به صورت مثبت آورده شود. ببینید تو همین جمله اگر نگاه کنید، میبینی لیتل اومده. خب لیتل چیه بچه ها؟ منفی میکنه. پس این تعویض بایستی مثبت باشه. مثبت ایز چی میشه؟ خود ایز میشه. و یادتون باشه که در سوالی کوتاه کلمه در تغییر نمیکنه. پس سوالی کوتاه این جمله عصبت که میشه ایز در. ولی اگر همین جمله رو بیاد با a little بنویسه، نگاه کنید، مثلا بنویسه که there was a little money in my pocket. اگر جمله اینجوری باشه، دقیقا دقت کنید، باز اگر ملاحظه بفهمید، می‌بینید اینجا الیتل اومده. الیتل و افیو به جمله معنای مثبت میدن، ولی لیتل و فیو به جمله معنای چی میده؟ منفی میده. اینجا چون الیتل آورده پس مثبته، این طرفش باعث چی باشه؟ منفی باشه.
خب منفی was چی میشه؟ میشه wasn't. There هم دیگه تغییر نمیکنه بچه ها. میگیم wasn't there، وجود نداشت. میگه پول کمی تو جیب من بود. wasn't there اینطور نبود، اینجوری ترجمهش میکنیم. یا مثلا این جمله رو ملاحظه بفرمایید، میگیم she hardly breathes. این یک جمله است. میخوایم سوالی کوتاهشو بنویسیم، چی باید بگیم؟ جواباتونو بنویسید من ببینم. جواب این سوال چی میشه بچه ها؟ She hardly breathes. جواباتونو بنویسید. خیلی ریزه این صفحش. بله. خب باز تو این جمله چرا فقط دو نفر جواب میدن؟ بقیه چطور؟ بقیه خوابن مگه؟ همه فعال باشید بچه، خواهش میکنم، چون کلاس مال شما، شما میخواید استفاده بکنید، جواب بدید. حالا غلطم بود عیبی نداره، به هر حال وظیفه منه که اصلاحش بکنم. خب بهتر شد. آها باز ببینید اینجا hardly اومده. هاردلی خودش منفی میکنه، پس این طرفش بایستی مثبت باشه. به فعلم نگاه میکنم، اینم زمانش حال ساده است، چون زمانها رو ما با شما بحث کردیم. تو حال ساده یا فعل کمکی دو باید بیاد یا داز بیاد، درسته؟ اینجا چون فعلش استاره بایستی از داز استفاده کنیم. زمانها خیلی ریشه داره بچه ها، اونا رو باید خیلی خوب بررسی بکنید شما. بنابراین جواب این سوال میشه داز. فاعلمون که ضمیر هست، میگیم داشی. میگه به سختی داره نفس میکشه. داشی اینطور نیست، موضوع این فهمید. این کلمه برس هست بچه ها. برس این اسمه، یعنی نفس، ولی این میشه بریز، این فعله. یک ای اضافه کردیم، این تلفظش هم تغییر میکنه. بریس اسم معنی نفس، بریز فعله به معنای نفس کشیدن. اینجا به عنوان فعل به کار بردیم دیگه. She hardly breathes. پس اگر یک عامل منفی تو جمله باشه، باید دقت داشته باشیم به اون عامل منفی و سوالی کوتاهشو به صورت مثبت انتخاب بکنیم. اینم مطلب دیگه بود که از بحث سوالی کوتاه جا مونده بود و تو این جلسه خدمتتون عرض کردیم. اگر سوالی دارید در ارتباط با سوالی کوتاه بفرمایید، در خدمتتونیم. نکته اگر مبهم گنگ بگید تا توضیح بدم. سوالی ندارید بچه ها؟ خب اما بحث امروزمون، یادداشت بفرمایید، بنویسید بحث شیرین معلوم و مجهول، یعنی بهش میگن اکتیو اند پسیو وایس. این بحث یه مقدار طولانی اما مهم، میشه جملات معلوم و مجهول. جملات معلوم و مجهول نشده تا حالا کنکوری برگزار بشه و از این بحث سوال نده، یا سوالش تو اون سوالات یه خطیه یا تو کلوستس مجهول ها رو میگنجونه. بنابراین بحث رو عمیقا گوش بدید بچه ها. یکی از شما به من بگه که چه جملاتی رو ما معلوم میگیم و چه جملاتی رو مجهول میگیم. میتونید بگید به من؟
چه جملاتی معلومه و چه جملاتی مجهول؟ حضرات تعریف معلوم و مجهول رو به من بگن. هیچ کس؟ خدا زیادتون کنه بچه ها، حرف نمیزنید. چه جملاتی رو میگن معلوم و چه جملاتی رو میگن مجهول؟ خب تو فارسی اینجوریه که میگن جمله‌ای که فاعلش مشخص باشه معلومه، جمله‌ای که فاعلش مشخص نباشه مجهوله. ولی این تعریف تو زبان انگلیسی مصداق پیدا نمی‌کنه، درست نیست. تو زبان انگلیسی اینجوری تعریف می‌کنن، میگن که هرگاه انجام عمل فعل به فاعل نسبت داده شود آن جمله معلوم خواهد بود، و اگر انجام عمل فعل به مفعول نسبت داده شود آن جمله مجهول می باشد. پس ببینید پسرها و دخترای گل من، عمل فعل رو به فاعل نسبت بدیم میشه معلوم، عمل فعل رو به مفعول نسبت بدیم میشه مجهول. این یعنی چی؟ مثلا شما میگید داریوش شیشه را شکست، عمل شکستن رو به کی نسبت میدید؟ به داریوش دیگه، جملتون میشه معلوم. ولی وقتی میگید شیشه شکسته شد، عمل شکستن رو به کی نسبت میدید؟ به شیشه نسبت میدید، به مفعول نسبت میدید. اینجا جملتون میشه چی؟ مجهول. پس تعریف من این تعریف کاملا درست و کاملیه. میگیم عمل فعل رو به فاعل نسبت بدیم میشه معلوم، عمل فعل رو به مفعول نسبت بدیم میشه مجهول. حالا حق دارم از خودم سوال بکنم که چرا جملات را مجهول میکنیم؟ به چه دلیل ما جملات را مجهول میکنیم؟ میگیم که به سه دلیل زیر جملات را در زبان انگلیسی مجهول میکنن. سه دلیل وجود داره که جملات رو ما مجهول میکنیم. دلیل اولش چیه بچه ها؟ یک، میگیم فاعل را نمیشناسیم. چون فاعل را نمیشناسیم مجبوریم مفعول رو بیاریم اول و جمله رو مجهول کنیم. مثلا میگم که my purse was stolen. این جمله یعنی چی بچه ها؟ my purse was stolen معناش چی میشه؟ جون من حرف بزنید بچه ها، این رو چرا اینجوری شما ها؟ یعنی کیفم دزدیده شد. ببینید اینجا ما فاعل رو نمیشناسیم، مفعول که کیف بوده آورده میشه اول، میگم کیفم دزدیده شد. پرس بچه ها این کیفای کوچیکیه که خانم ها تو کیف بزرگ میذارن، به اون پرس میگن. ولی ولت این کیفاییه که آقایون تو جیبشون میذارن، پول و کارتاشون رو میذارن، این حرفا، اونو ولت بهش میگن. My purse was stolen یعنی کیفم دزدیده شد. اینجا چون ما فاعل رو نمیشناسیم مفعول رو میاریم اول جمله و جمله رو مجهولش کردیم. پس دلیل اول که چرا جملات رو مجهول میکنیم اینه که فاعل رو نمیشناسیم. اما دلیل دوم،
دو. دلیل دومش اینه که فاعل را میشناسیم ولی از ذکر نام او خودداری میکنیم. تو بخش اول اساسا فاعل رو نمیشناختیم ما، اما تو بخش دوم میگیم فاعل رو میشناسیم، نمیخوایم اسمش رو بیاریم که طرف مقابل بفهمه. این جمله رو نگاه کنید، مثلا میگم که I was told that you were in jail. ببین جمله رو، به من گفته شد که شما در بازداشتگاه بودید. میدونم کی به من گفته، نمیخوام شما بفهمید. پس معنی این جمله این میشه که به من گفته شد که شما در بازداشتگاه بودید. ببینید خبر داریم کی به من گفته، ولی نمیخوایم طرف مقابلمون بفهمه. کلمه جیل بچه ها معناش میشه بازداشتگاه، ولی پریزن به معنای زندان هست. وقتی میگید پریزنر معناش میشه زندانی. این هم از دلیل دوم. اما دلیل سومش چیه بچه ها؟ دلیل سوم میگیم مفعول اهمیتش بیشتر از فاعل است. چون مفعول اهمیت بیشتری داره اونو میاریم اول جمله و جملمونو مجهولش میکنیم. ببینید مثل چی؟ مثلا میگم که she will be given the Nobel Prize. این جمله رو ببینید معناش چیه؟ یعنی به او داده خواهد شد جایزه نوبل. کی میاد جایزه رو میده مهم نیست برای ما، فاعلش مهم نبوده، اون کسی که جایزه رو میگرفته مهم بوده، هر بوده. هر رو آوردیم اول جمله، تبدیلش کردیم به شی، بعد فعلش رو مجهول کردیم. پس معناش میشه به او داده خواهد شد جایزه نوبل. خود نوبل بچه ها هم برمیگرده به آلفرد نوبل. آلفرد نوبل مخترع دینامیته. وقتی میبینه در زمان حیاتش از دینامیت برای کشتن انسانها استفاده میشه خیلی متأثر میشه، و چون آدم پولدار و متمولی بوده جوایز نفیس رو تهیه میکرده و میگفته هر کسی در جهت صلح بشریت قدمی برداره این جوایز بهش داده بشه، و جایزه صلح نوبل از اون زمانه. ولی همین نوبل رو بچه ها اگر با ان کوچک به شما دادن، نوبل با ان کوچک بیاد، معناش میشه نجیب، میشه شریف. مثلا این جمله رو نگاه کنید، میگیم He is a nobleman. یعنی چی این جمله؟ یعنی آدم شریفیه، آدم نجیبیه. He is a nobleman، آدم شریفیه. یکی از خصلت‌های خوب هر انسان، چه مرد باشه، چه زن باشه، چه دختر باشه، چه پسر، نجابتشه. نوبل به معنی نجیب و شریف. حالا جالبه که بدونید نوبل رو برای شهرها هم به کار میبرن، شهرهایی که توش جرم و جنایت کم باشه، دادگاهاش خلوت باشه، از کلمه نوبل استفاده میشه. مثلا تو کشور خودمون کدوم شهر از همه بهتره؟ مثل یزد. مثلا
میگیم یزد is a noble city. یزد is a noble city. شهر نجیبیه یعنی شهریش که اکثر آدماش آدمای خوبی هن. جرم و جنایت توش کمه. اونو نابل بهش میگن. خب پس ما دلایل این که چرا مجهول میکنیم خدمت آقایون و خانوما گفتیم. اولیش این بود که فاعل رو نمیشناختیم. دومیش این بود که فاعل رو میشناختیم میخواستیم طرف مقابل متوجه نشه. و دلیل سومش هم که اینجا هست، گفتیم مفعول برای ما اهمیتش بیشتر از فاعل. اینا دلایل این که در زبان انگلیسی جمله رو مجهول میکنن. اما نکته مهم اینه بچه ها که چگونه مجهول کنیم. باز هم این سوال رو من از خودم میپرسم و خودم هم جواب میدم. از اینجا به بعد رو خیلی گوش بدید. چگونه مجهول کنیم؟ توضیحشو من اینجوری میسم خدمتون که برای مجهول کردن جملات همیشه بایستی سه مورد زیر را انجام دهیم. وقتی میخواید یه جمله رو چه تو امتحان نهایی چه تو کنکور مجهول بکنید، سه تا عمل بایستی انجام بشه. حرکت اول چیه بچه ها؟ مینویسم مفعول را به صورت فاعلی در ابتدای جمله مجهول به کار میبریم. پس اولین کاری که تو مجهول کردن باید انجام بشه، باید بریم سراغ مفعول. خب یکی از شما بزرگوارا به من بگه که مفعول کجا هست که ما سراغش رو بگیریم تو جمله؟ مفعول کجاست جاش بچه ها؟ که وقتی ما خواستیم مجهول بکنیم بریم دنبالش؟ آها، چه تو صفحه من نمیاد پس؟ بله، بعضی ها نوشتن یه چیزایی رو. مفعول ها پسرها و دخترای خوب من دو تا محل داره. اینجا میسم محل مفعول ها. یک محلشو شما گفتید، یک میگیم بعد از فعل متعدی، دو میگیم بعد از حروف اضافه. پس مفعول ها در واقع دو تا محل دارن، یا بعد از فعل میان یا بعد از حروف اضافه. شما بعد از فعلشو اشاره کردید. حالا یکی از شما به من بگه که مفعول ها چند تا قیافه دارن، قیافه هاشونو به من بگید. چند تا قیافه دارن؟ هیچ کس؟ موین بگو دیگه آقای جعفری، تو که خوب میگفتی. خام خوش اخلاق، مفعول ها چند تا قیافه دارن؟ اینجا مینویسم خدمتون قیافه مفعول ها. قیافه مفعول ها دو تا قیافه دارن بچه ها. یا مفعول شما اسمه یا مفعولتون چیه؟ ضمیره. اگر مفعولتون اسم باشه، علی باشه، رضا باشه، در باشه، دیوار باشه، خب خودشو میاریم اول جمله. ولی یادتون باشه اگر مفعول شما ضمیر باشه، وقتی میارید اول جمله باید تبدیلش بکنید به ضمیر فاعلی. چرا؟ چون محل فاعل رو اشغال میکنه، قیافش حتما بایستی فاعلی باشه. ببینید مثلا اگر مفعول شما می باشه،
وقتی میارید اول جمله باید بشه آی، چون اومده محل فاعل رو اشغال کرده، پس قیافش حتما بایستی فاعلی باشه. مثل این میمونه که کارگردان فیلمی از قیافه شما خوشش میاد، میگه خانم یا آقا بیا این قسمت فیلم منو تو بازی کن. خب مثلا میخواد نقش یک آقا یا یک خانم 80 ساله رو به شما بده، خب شما رو با همین قیافه جلوی دوربین نمیبره، حتما گریمیتون میکنه به شکل یک خانم 80 ساله، یک آقای 80 ساله در میاره، بعد ازتون فیلم برداری میکنه. اینجا هم چون مفعول میخواد بیاد اول جمله، حتما بایستی تبدیل به ضمیر فاعلی بشه. پس مفعولمون می باشه تبدیل به آی میشه. مفعولمون اگه هر باشه تبدیل به شی میشه. مفعولمون اگر هیم باشه تبدیلش میکنیم به هی. یه جدولی براتون کشیده بودم، ضمایر فاعلی و مفعولی اینها رو نوشتم. مفعولمون اگر آس باشه تبدیل به وی میشه. مفعولمون اگر دم باشه تبدیل به دی میشه. ولی بعضی از ضمایر هم هستن که شکل مفعولی و فاعلیشون مثل همه. مثل چی بچه ها؟ مثل یو. یو فاعلی و مفعولیش خودش میشه. مثل ایت فاعلی و مفعولیش خودشونن. پس این دوتای آخری تغییر نمی کنن، این دوتا. ولی بقیهش میبینید که می میشه آی، هر میشه شی، هیم میشه هی، آس میشه وی، دم میشه چی، دی. پس اولین حرکت این شد که بریم سراغ مفعولمون. گفتیم مفعولها یا بعد از فعلن یا بعد از حروف اضافه. بعد پرسیدم که مفعولها چند تا قیافه دارن، همگی به اتفاق گفتن دو تا قیافه داره، یا اسم یا ضمیره. اگر اسم باشه که خودشو میاریم اول، ولی اگر ضمیر باشه تبدیلش میکنیم به ضمیر فاعلی. اما مورد دوم بچه ها، مورد دوم اینه که دو فعل جمله را طبق فرمول توبی به اضافه پی پی بر اساس جدول زیر مجهول میکنیم. پس ببینید وقتی ما میگیم فعلی مجهوله که این دوتا رو داشته باشه، هم توبیه هم قسمت سوم فعل، یکیشو نداشته باشه عزیزان من، اون فعل مجهول نیست. هر دوتاش توامان در محل فعل بیاد میشه مجهول. پس شما کارتون خیلی راحت میشه. تو تستایی که میزنید مثلا 4 تا فعل به شما داده، خیلی سریع و راحت با این نکته‌ای که الان گفتم میتونید تشخیص بدید که کدوم یکی از اون فعل‌ها مجهوله. نگاه میکنم به فعلم، اگر توبی اومده باشه با شکل سوم فعل، میگیم قطعاً و مسلماً اون فعل چی شده؟ مجهول شده. فقط یادت باشه عزیز دل من که توبی تنها خود توبی نیست، مشتقات توبی رو هم شامل میشه. یعنی توبی که ما اینجا میگیم شامل چی میشه بچه ها؟ شامل بگید ام، ایز، آر، واز، ور، بی، بیینگ، بین، توبی، شامل همه اینها میشه. پس اینا همشون از مشتقات توبی هست. یکی از اینها به همراه قسمت سوم فعل اگر بیاد، میگیم قطعا و مسلما اون فعل چی شده بچه ها؟ مجهول شده. اما جدولش چیه؟ جدولش تو صفحه بعد براتون رسم میکنم. خوب دقت کنید، جدول به این قراره. دقت کنید،
ببینید زمانهایی که خدمتون گفتیم بچه ها یا زمان حاله یا گذشته است یا آینده و یا تو شرطی ها بعدم بهتون میگم آینده در گذشته این حال شما میتونه حال ساده باشه میتونه حال استمراری باشه میتونه حال کامل باشه و میتونه حال کامل استمراری باشه ما میخوایم چیکار کنیم عزیزان من میخوایم تو این جدول این دوتا رو توضیح کنیم تو بی و پی پی رو تو این جدوله میخوایم پخش کنیم میخوایم توضیح بکنیم چطوری؟ اگر فعلی که به ما میدن حال ساده باشه حال چی باشه بچه ها؟ حال ساده باشه خب مشتقات توبی در زمان حال چیه؟ am is are فعلمون هم قسمت سومشو میذاریم به این خونه میگن مجهول حال ساده ببین چقدر ساده میشه حالا تو مثال ها کیف میکنید اگر فعلی که به شما میدن گذشته ساده باشه باز گذشته توبی چی میشه بچه ها؟ میشه وازوور پس تو این خونه من بایستی وازوور رو بیارم فعلمونم هرچی بود قسمت سومشو میذاریم به این خونه میگن مجهول گذشته ساده اگر فعلی که به شما میدن زمانش آینده ساده باشه خب آینده ساختارش چی بود بچه ها؟ چون من حرف بزن که همش من متکلم بحته نباشم آینده ساده ساختارش چی بود بچه ها؟ ویل با چی؟ ویل با مصدر بدون تو این شد آینده ساده درسته؟ حالا بخوایم مجهولش بکنیم خود ویل رو میاریم بعد این بی رو به کار میبریم اینم بی و بعد هم قسمت سوم فعل خب میگید آقا چرا کج و موج نوشتید شما علتش اینه که میخوام بگم خدمت دختر و پسر خودم که به جای ویل هر فعل کمکی دیگه ای هم بهتون دادن مجهولش مثل ویل میمونه یعنی چی؟ مثلا شما میخواید کن رو مجهول کنید میفرمایید کن بی و قسمت سوم فعل میخواید شما می رو مجهول کنید میگید می بی و قسمت سوم بفعل میخوای ماست رو مجهول کنی باز میگی ماست بی و قسمت سوم بفعل میخوای شود رو مجهول کنید میگید شود بی و قسمت سوم بفعل پس یادتون باشه تو این خونه که من نوشتم همه مودال ها همه فعل های کمکی مجهولشون مثل ویل میمونه یعنی بعدش بی میذارید و بعد از شبت که قسمت سوم میفه یک کسی هوس میکنه کود رو مجهول کنه قطعا بایستی بگه کود بی و قسمت سوم میفه اگر فعلی که به شما میدن آینده در گذشته ساده باشه آینده در گذشته ساده ساختارش اینه وود به اضافه مصدر بدون تو وود به اضافه مصدر بدون تو خب مجهولش چی میشه؟ وود هم مثل ویل میمونه نگاه کنید باز میگیم وود بی و شکل سوم فعل باز هم بی به کار بردیم وود بی و قسمت سوم فعل اگر فعلی که به شما میدن حال استمراری باشه حال استمراری ساختارش چی بود؟ اموئیز آر و فعل آنجیدار حالا بخوایم مجهولش بکنیم ام و ایز آر خودشو میاریم بچه ها ام ایز آر بعد بی این بی آنجی میدیم میسیم بی اینگ
و بعد هم پی پی رو به کار میبریم. ببینید تو ردیف دومی بی، چون خودشون بی دارن دیگه، عموی زار و زوور دارن، به بی میایم آی ان جی اضافه میکنیم، میگیم عموی زار بیینگ و قسمت سوم بفهم. گذشته استمراری ساختارش چی بود؟ وازوور و فعل آی ان جی دار. و بخوایم مجهولش بکنیم، باز وازوورش رو من مینویسم اینجا، وازوورش اینجا نوشتیم، بعد میایم بی این بی آی ان جی میدیم، میسیم بی اینگ و بعد هم قسمت سوم بفهم. باز هم چی آوردیم بچه ها تو ردیف دوم؟ بیینگ رو به کار بردیم. اما این دوتا خونه بعدی شماها رو خوشحال میکنه. چرا؟ چون فرم مجهول ندارن. آینده استمراری و آینده در گذشته استمراری فرم مجهول نداره بچه ها. بنابراین من یه خط تیره میذارم اینجا. اما مهمترین بخش این جدول این دوتا خونه است، حال کامل و گذشته کامل. شما تستای کنکور سنوات گذشته رو بید بررسی بکنید، همیشه از این سوال بچه ها ردخور نداره ها. من تو بحث زمان ها حال کامل رو به شما گفتم، ساختارش چی بود بچه ها؟ حال کامل درست خانم بگو بینم، حال کامل ساختارش چی بود؟ هواهز و قسمت سوم فعل. هواهز و قسمت سوم فعل میشد چی؟ حال کامل. حالا بخوایم مجهولش بکنیم، هواهزشو میاریم بچه ها، هواهز، بعد اون بی رو به شکل بین به کار میبرید شما، بین. ببینید تو ردیف استمراری بی میشد بیینگ، تو ردیف کامل بی میشه چی؟ بین. و بعد هم قسمت سومشو میذاریم. خونه بعدی گذشته کامله. گذشته کامل بود هد و پی پی، هد و قسمت سوم فعل. حالا بخوایم مجهولش بکنیم، باز هدشو میاریم، بعد بین رو میذاریم و بعد هم قسمت سوم فعل. باز هم چی آوردیم بچه ها؟ بین آوردیم. اما این دوتا خونه آخری رو شماها نمیخونید تو دبیرستان، انشالله تو دانشگاه میخونید، ولی من برای که یه چیزی یادگاری از من داشته باشید، این دوتا خونه رو هم فرم مجهولش رو مینویسم، ولی شما نمیخواد یاد بگیرید. یکیش آینده کامله. آینده کامل بچه ها ساختارش هست ویل هاو و قسمت سوم فعل. حالا بخوایم مجهولش بکنیم، مجهولش میشه ویل هاو بین و قسمت سوم فعل. که عرض کردم اینی که ضرب در میذارم یعنی نمیخواد یاد بگیرید، ولی بازم بین به کار بردیم ها. تو ردیف سومی کامل ها همیشه برای مجهول کردن باید بین بیاریم چون کاملن. آینده در گذشته کامل هم وود هاو و پی پیه. خب بخوایم مجهولش بکنیم، باز میگیم وود به اضافه هاو به اضافه بین به اضافه قسمت سوم فعل. باز هم چی آوردیم بچه ها؟ بین آوردیم، درست شد؟ و بالاخره این ردیف آخر هم مثل این دوتا خونه میمونه، کامل های استمراری دیگه فرم مجهول ندارن. پس این جدول هیچی نبود جز این که ما اومدیم این دوتا کلمه رو، یعنی توبی و قسمت سوم فعل رو تو این جدول پخش کردیم، توضیح کردیم. اما مورد سومش چی بود بچه ها؟ مورد سوم اینه که سه ادامه جمله را نوشته و در پایان فاعل را با حرف اضافه بای به صورت مفعولی قبل از قید زمان به کار میبریم.
در انتها هم خدمتتون بگم که آوردن فاعل در جملات مجهول اختیاری است. یعنی اگر فاعل رو شما نیاری تو جمله مجهول عیبی نداره، ولی اگر خواستید بیارید این نکاتی که گفتم با رعایت کنید. نوشتم بعد از بای فاعل را به صورت مفعولی. چرا؟ چون بای حرف اضافه است. ما گفتیم مفعول ها کجا میان؟ یا بعد از فعلن یا بعد از حروف اضافه. خب اینجا چون بای حرف اضافه است، فاعل شما باید به شکل مفعولی نوشته بشه. نوشتم فاعل را به صورت مفعولی قبل از قید زمان به کار میبریم. ببینید بعضی از همکارای من میگن که فاعل بابای تو جمله مجهول آخر جمله. این حرف غلطیه. اگر تو جملمون قید زمان باشه، بایستی فاعل رو بابای قبل از قید زمان به کار ببریم، نه بعد از قید زمان. و ضمناً عرض کردم چون بای حرف اضافه است، بعدش باید شکل مفعولی کلمه بیاری. اینجا معکوس حالت اوله. یعنی اگر فاعلت آی هست تبدیلش میکنی به می، اگر هی هست تبدیلش میکنی به هیم، اگر شی هست تبدیلش میکنی به هر، اگر وی هست تبدیل میشه به آس، و اگر دی هست تبدیلش میکنید به دم. به این ترتیب ما میتونیم یک جمله رو مجهول بکنیم. خب ما فرض بر این بگیریم عزیزان من که تا اینجا هیچ کس هیچی متوجه نشده، عیبی نداره. با مثال که بگیم هر دوتامون میفهمیم که چی گفتیم. اصلا ببینید، مثلا میگم که they did their homework last night. این جمله، اونها انجام دادن تکالیفشون را شب گذشته. خب این جمله رو به من میدن، میگن آقا اگر معلومه مجهولش کن، و یا بالعکس تو امتحان نهایی اینجوریه دیگه. یه جمله رو میده میگه آقا معلومه مجهول، مجهوله معلوم. من چطوری تشخیص بدم که آیا این جمله معلومه یا مجهول؟ خب بهتون گفتم بلا فاصله به فعلش نگاه میکنیم. فعل کجا میاد بچه ها؟ بعد از فاعل میاد. خب این میشه فعلمون. عرض کردیم اگر در محل فعل این دوتا باشه، توبی و قسمت سوم فعل باشه، میگیم مجهوله. یکیش نباشه میگیم معلوم. اینجا ما الان توبی نداریم، قسمت سوم فعل هم نداریم، پس این قطعا چیه بچه ها؟ معلومه، باید مجهول بشه. خب معلمم گفته در یک بعد از ظهر زیبای پاییزی که ماها چرت میزدیم، بهمون گفته که برای مجهول کردن یک جمله سه تا کار رو باید انجام بدیم. اول بریم سراغ مفعول. و مفعول کجاست که من برم سراغش رو بگیرم؟ گفتیم یا بعد از فعل یا بعد از حروف اضافه. خب اینجا دی فاعلمونه، دید فعلمونه، دیر هومورک میشه مفعول. خوشبختانه مفعولمون اینجا اسمه، خودشو میاریم اول جمله، می‌نویسیم دیر هومورک. این اولین کار منه، دیر هومورک رو آوردم اول جمله. انجام دادن چه چیز را؟ تکالیفشان را. حالا فعل رو بر اساس زمانی که داره طبق اون جدولی که براتون رسم کردم بایستی مجهولش بکنید. خب یکی به من بگه دید چه زمانیه بچه ها؟ دید چه زمانیه؟ زمان گذشته. درود بر شما، قبوله. خب گذشت چه نوع گذشته‌ای بچه ها؟ چه نوع گذشته ای؟
گذشته ساده، کاملا درسته. حالا بیایم با هم دیگه بریم تو جدول. جدول اینه دیگه، گذشته ساده چجوری مجهول میشد؟ was over میخواست و قسمت سوم فعل. ما گفتیم برای مجهول کردن to be میخواییم با قسمت سوم فعل. حالا to be توی گذشته چجوری صرف میشه؟ to be گذشتهش میشه was over. حالا که ما میخواییم گذشته ساده رو مجهول کنیم، یا was میگیم یا were و بعد هم قسمت سوم فعل رو میذاریم. خب نگاه کنید، پس اینجا من میفهمم باید was over بذارم. was over رو کی تعیین میکنه بچه ها؟ آیا دی یا مفعول؟ نه دیگه، درست خانم، مفعول تعیین میکنه. ما این جمله رو میخوایم مجهول بکنیم، به دی چی کار داریم؟ ما به این مفعوله کار داریم. خب اینجا دیر هومورک بچه ها، تکالیفشان بایستی واز بگیم یا ور بگیم؟ باید چی بگیم؟ ور. آره دیگه، واز هم گفتید، ور هم گفتید. آه. ببینید هر اسمی که بچه ها نتونه اس جمع بگیره اسم غیر قابل شمارش. ما هومورک داریم، هومورکس نداریم، اسم غیر قابل شمارشه. اسمای غیر قابل شمارش هم همیشه فعل باشون مفرد میاد، جمع به کار برده نمیشه. این که معنا نداره، یعنی شان دیر هومورک میگیم تکالیفشان، درست شد؟ ولی هومورک اسم غیر قابل شمارشه، بنابراین فعلش بایستی مفرد باشه، از واز استفاده میشه، از ور استفاده نمیشه. اینجا میگیم واز. حالا قسمت سوم دید چی میشه بچه ها؟ و فعل بی قاعده آخر کتاب باید حفظ کرده باشید. دو و داز گذشتهشون میشه دید، قسمت سومشون چی میشه؟ میشه دان. دو دید دان. ما اینجا نیاز به دان داریم، اینم دان. این با این میشه حرکت دوم. حرکت سوم چیه بچه ها؟ ادامه جمله. خب جمله هیچ ادامه نداره جز یه قید زمان، last night اومده. ما گفتیم فاعل رو بخوایم بیاریم باید قبل از قید زمان بیاریم، میگیم by them. چرا دی رو تبدیل به دم کردیم؟ چون بای حرف اضافه است، بعد از حروف اضافه شکل مفعولی کلمه میاد. مفعولی دی چی میشه؟ میشه دم. بعدش هم که میگیم last night. ملاحظه میفرمایید این بای دم رو من تو پرانتز گذاشتم، یعنی میتونه باشه میتونه نباشه. به این ترتیب میشه جمله رو مجهولش کرد. معنیش هم ببینید، اونها انجام دادن تکالیفشون رو شب گذشته. اینجا میگیم تکالیفشون انجام شد به وسیله اونها شب گذشته، که اون بایدم رو مخیرید، شما اختیار دارید، میتونید بیارید میتونید نیارید. ولی من معتقدم که این ریزکاری ها همش یاد بگیرید. چرا؟ چون طراح سوال کنکور نه منم و نه شما، بنابراین همه اینها رو باید ریزکاری هاشو یاد داشته باشید. اجازه بدید که مثال دیگه رو بگم خدمتون. مثلا میگم که he is watering the flowers now. این یک جمله است. به من میدن، میگن آقا اگر معلومه مجهولش کن و بالعکس. خب گفتیم چجوری تشخیص میدیم بچه ها؟ به فعلش نگاه میکنیم. در محل فعل اگر تو بیو قسمت سوم فعل بود میگیم مجهوله، یکیش نباشه معلومه بچه ها. خب من نگاه میکنم تو این جمله، میبینم بی داره ولی قسمت سوم فعل نداره، پس این فعل حتما معلومه و بایستی مجهول بشه. خب برای مجهول کردن باید مفعول رو بیاریم اول جمله. مفعولمون چیه؟ the flowers هست، چون بعد از فعل اومده دیگه. اینجا میسم the flowers.
این میشه حرکت اول، مفعول اومد اول جمله. حالا is watering چه زمانیه بچه ها؟ چه زمانی؟ حال استمراری. درود بر شما. حالا بریم تو جدولمون ببینیم حال استمراری چجوری مجهول میشد. این حال، اینم استمراری، مجهولش چی بود بچه ها؟ am, is, are, being و قسمت سوم فعل. حالا بریم تو خود متن سوال. این که اینجا من am بگم، is بگم یا are بگم، به این is کار ندارم بچه ها، به flowers کار دارم، چون flowers جمعه بایستی are به کار ببریم. پس میگم are، بعد میگم being، بعد هم قسمت سوم water. water بچه ها جز فعل های با قاعده است. گذشت و اسم مفعول چی میگیره؟ ایدی میگیره. عرض کردم شما فعل های بی قاعده رو برید حفظ بکنید، بقیهش هر چی بود میشه فعل با قاعده، و با قاعده هم قسمت سومشون ایدی میگیره. بنابراین میگیم watered. حال استمراری رو شما مجهول کردید. این شد حرکت دومتون. حرکت سوم چی بود بچه ها؟ ادامه جمله رو بنویسیم. ادامه جمله چی داره؟ now داره. now فقط قید زمانه دیگه، درسته؟ خب بخواییم فاعل رو بیاریم باید قبل از قید زمان بیاریم، یعنی بگیم که by him now. این هم میشه حرکت چندم ما، سوم ما. پس برای مجهول کردن یک جمله ما سه تا حرکت رو باید انجام بدیم. مفعول رو میاریم اول، که گفتیم مفعولمون دو حالت داره، یا اسم یا ضمیره. اسم باشه خودش رو میاریم اول، ضمیر باشه تبدیلش میکنیم به ضمیر فاعلی. فعلش رو بر اساس زمانش مجهول میکنیم. اینجا دید زمانش گذشته بوده، گذشته ساده، خب اینجوری مجهول میشد was over قسمت سوم فعل. اینجا جملمون حال استمراریه، حال استمراری میشه am و is و are being و قسمت سوم فعل. و ما هم نوشیم اینجا flower جمع بود، نوشیم are being watered، بعد ادامه جمله by him now. معناش هم ببینید، میگه او داره آب میده به گلها همین الانه. اینجا به گلها آب داده میشه به وسیله او همین الانه. اینجوری ترجمهش میکنی. حالا یه جمله مینویسم بچه ها، شما ها انجام بدید. خواهش میکنم همه این کار رو انجام بدن. ببینیم چند نفر یار و یاور ما میشن. Someone has stolen the documents already. خب این جمله رو برای من مجهول کنید ببینم که جواباتون چی در میاد. Someone has stolen the documents already. این جمله رو مجهول کنید بچه ها. تون سریع برای من بفرستید ها. آفرین درستا، باریکلا، درسته آقای قریشی. یک اشکال کوچولو داری قریشی، خودت نگاه بکن میفهمی. من اینجا نشم داکیومنتس، تو داکیومنت نوشتی. بله درسته، درسته آفرین.
آفرین. بله باریکلا. مهاجری تو هم باز همین اشتباه کردی. داکیومنتس مفرد یا جمع؟ پسرم دخترم آی زارعی، شما هم همین اشتباه کردی. داکیومنتس رو نگاه بکن، جمعه. پس فعلت هم بایستی جمع باشه. جمع هست چی میشه؟ ببینید الان این جمله رو به من دادم، من اصلا معنی داکیومنتس هم نمیدونم، همینجوری تو سوال اومده و بالاخره بایستی بنویسم. دقت کنید خواهشن. باز اول کاری که میکنم بچه ها، برای که تشخیص بدم جمله من معلومه یا مجهول، به فعلش نگاه میکنم. نگاه کنید آقا، has stolen. میبینم قسمت سوم فعل داره ولی be نداره، پس میگم حتما این فعل معلومه، باید مجهول بشه. ما گفتیم هر موقع بی با قسمت سوم فعل اومد میشه چی بچه ها؟ میشه مجهول. یکیش نباشه میشه معلوم. خب ما اینجا بی نداریم، پس حتما معلومه دیگه، باید مجهول بشه. برای مجهول کردن مفعول رو باید بیاریم اول جمله. The documents میشه مفعول، چون بعد از فعل اومده دیگه. می‌نویسم the documents. The documents. این میشه حرکت اول. حالا فعلشو باید نگاه کنیم چه زمانیه. has stolen چیه بچه ها؟ حال کامله. خب ما میریم تو جدول نگاه میکنیم، میریم حال کامل چوری مجهول میشد. ببین این حال، اینم کامل چوری مجهول میشد. هوا هز بین و قسمت سوم فعل. هوا هز بین و شکل سوم فعل. خب حالا این که اینجا من هب بگم یا هز بگم، به این هز کار نداریم آقای قریشی، آقای زارعی، آقای مهاجری. به این هز ما کار نداریم عزیزان من، به این داکیومنتس کار داریم. چون میبینم استاره، پس میگم جمع دیگه. چون جمع، با جمع که ما هز نمیگیم، بایستی هاو بگیم. پس میگم هاو بین استولن. این میشه حرکت دوم. حرکت سوم چیه؟ ادامه جمله. جمله هیچ ادامه‌ای نداره جز یه قید زمان. اوردی یعنی قبلا. قبلا میشه قید زمان دیگه. حالا اگر هوس بکنه طراح سوال فاعل رو بیاره، فاعل باید قبل از قید زمان بیاد. یعنی بنویسیم by someone، بعد چی بچه ها؟ already. که آوردن by someone اختیاریه، میتونه باشه میتونه نباشه، و معمولا هم حذفش میکنن، فاعل رو نمیارن. حالا معنای جمله چیه؟ میگه شخصی دزدیده است اسناد را قبلا. documents یعنی اسناد، یعنی سندها. حالا اینجا چی میگیم؟ میگیم اسناد دزدیده شده اند به وسیله یه نفری قبلا. این معنی جمله میشه. خود کلمه استیل رو ببینید بچه ها. استیل قبلا گفتم گذشتش میشه استول، قسمت سومش میشه استولن. تازه من اومدم فرقشو با راب هم گفتم بهتون. گفتیم راب یعنی سرقت کردن، اون فعل با قاعده است. راب با یو نوشته میشه. گذشتش چی میشه؟ میشه رابد. این فعل با قاعده است، ایدی میگیره. قسمت سومش هم میشه رابد. این به این ترتیب میشه. باز این فهمید؟ این میشه نحوه مجهول کردن جملات. حالا یه جمله دیگه می نویسم بفهمید که مجهولش چی میشه. I will buy her some beautiful
Flowers tonight. مجهولشو بنویسید برای من بفرستید ببینم چیکار میکنید. این جمله مجهولش چی میشه؟ تون سری. سری بچه ها این جمله رو ببینید که مجهول میشه یا نمیشه. اگه نمیشه بگید نمیشه آقا، و اگر میشه چجوری میشه. بله 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 دیگه بقیه خانم آقایون چرت نزنید خواهشن. بنویسید سری جواباتونو. آها دیگه خب بله. چه علی آقا بالاخره دستارو به حرکت در آوردی. خب دقت کنید خواهشن. ممنون. هیچ کس کامل جواب منو نداد و من متاسفم. خوب دقت کنید خواهشن. با اینکه قبلا تو جلسه اول اگه یادتون باشه ما یه جدولی راجع به ضمایر برای شما رسم کردیم، ضمایر فاعلی رو گفتیم، مفعولی رو گفتیم، صفات ملکی رو گفتیم، ضمایر ملکی رو گفتیم، ضمایر انعکاسی و ضمایر تأکیدی. بعد تو ضمایر مفعولی گفتیم ما دو مدل مفعول داریم، مفعول مستقیم و مفعول غیر مستقیم. بچه ها تو این جمله ببینید آقا، ببینید زبان مثل دانه های زنجیر به هم وابسته است، یعنی همه شو بایستی با هم یاد بگیرید. این جمله رو ببینید. آی فاعله، ویل بای فعلمونه، خواهم خرید چه چیز را؟ گلهای زیبایی را. این میشه مفعول مستقیم. برای چه کس؟ برای او. هر میشه مفعول غیر مستقیم. یادتون باشه عزیزان گل من، جمله‌ای که دو تا مفعول داره اونو ما میتونیم به دو صورت مجهولش بکنیم. ببین چی گفتم؟ جمله‌ای که دو تا مفعول داره به دو صورت مجهول میشه. یک، مفعول غیر مستقیم رو بیاریم اول. خب هر بیاد اول میشه شی. این حرکت اول ماست. بعد ویل بای چه زمانیه بچه ها؟ آینده است. تو جدولی که براتون رسم کردم آینده چوری مجهول میشد؟ ویل بی و قسمت سوم فعل، که اینو خوشبختانه همگی درست نوشته بودن. خب ما هم میگیم شی ویل بی بات، قسمت سوم بای میشه بات، این میشه حرکت دوم. حرکت سوم چیه بچه ها؟ ادامه جمله. میگیم سام beautiful flowers. اگر دوست داشتیم فاعل رو بیاریم میگیم by me tonight. اینم میشه حرکت سوم ما. معناش چی میشه؟ میگه برای او خریداری خواهد شد گلهای زیبایی توسط من امشب.
درست شد؟ خب هر بچه ها وقتی بیاد اول جمله نگفتیم تبدیل به ضمیر فاعلی میشه؟ چون جایگاه فاعل رو اشغال میکنه، بایستی حتما فاعلی بشه، میشه شی. خب حالا مدل دومش اینه، همون کاری که شما ها کرده بودید، فقط یک نکته رو توجه نداشتید بهش. خوب گوش بدید خواهش میکنم. مدل دومش عزیزان گل من اینه که مفعول مستقیم رو بیاریم اول جمله، یعنی بگیم سام بیوتیفول فلاورز، این میشه حرکت اول. بعد فعلمون رو مجهول میکنیم، ویل بای آینده است دیگه، آینده گفتیم چوری مجهول میشد، ویل بی بات، اینم ویل بی بات، این میشه حرکت دوم. حالا نکتش اینه عزیز دل بابا که وقتی جای دوتا مفعول ها عوض میشه بینشون بایستی حرف اضافه تو یا فور بذاری. اینو من قبلا گفتم بهتون ها. الان مفعول مستقیم رو ما آوردیم، اینجا شما مفعول غیر مستقیم رو آوردید، بعد مستقیم رو آوردید. خب حرف اضافه نمیخواد دیگه، اینجا هم همینجور غیر مستقیم اول بعد مستقیم، حرف اضافه نمیخواد. ولی اگر جاشون عوض بشه، یعنی اول شما مفعول مستقیم رو بیارید، این الان مفعول مستقیمه، حالا میخوای مفعول غیر مستقیم رو بنویسی، بینشون باید حرف اضافه تو یا فور بذاری. خب تو یا فور رو کی تعیین میکنه؟ اینو من قبلا گفتم تو جلسه اول، گفتیم در این حالت به معنی فعل نگاه میکنیم، خریداری خواهد شد، بعد میگیم برای چه کس، بنابراین میگیم فور هر. ببین این فور ما اضافه میکنیم بهش، فور هر بای می، که این اختیاریه، بعد میگیم تونایت، اینم میشه حرکت سوممون. پس یادمون باشه که جملاتی که دو مفعول دارن به دو صورت ما میتونیم مجهولشون بکنیم. همین پایینم هم من توضیحشو مینویسم، نگاه کنید، میگم جملاتی که دارای دو مفعول هستند آنها را می توانیم به دو صورت بالا مجهول کنیم. این دو صورت بالایی که میگم یعنی این دوتا، موضوع فهمیدید؟ آره. بنابراین ما هر جمله‌ای که بهمون بدن به راحتی طبق توضیحاتی که دادیم و بر اساس اون جدول ما میتونیم به راحتی اون جمله رو چیکار کنیم بچه‌ها؟ مجهولش بکنیم. خب یه جمله دیگه بهتون بگم، مثلا میگم که she was sweeping the rooms when I entered. یه جمله است، اینو الان شما مجهولش بکنید ببینم چی میگید. تون سری
Hiç gaz. Aha. Sen نیاز به معنی نداریم ما. آها دیگه خوبه دیگه بله خب دقت بفهمید من عمدن یه جمله اینجوری نوشتم عمدن این کارا رو میکنم ها میخوام یه مقدار شماها رو به شک و شبهه بندازم ببینید ما الان اینجا دو تا جمله داریم این یک جمله این هم یک جمله خب ممکنه بگید آقا کدوم که شما مجهول بکنیم عزیز دل من این فعل دومی که اصلا مفعول نداره تو چوری میخوای اینو مجهول کنی؟ این فعل لازمه فعلای لازم که اصلا مجهول نمیشن ولی فعل اولی was sweeping فعلمونه the rooms میشه مفعول پس ما باید جمله اولی رو مجهول بکنیم خب این هم که خیلی راحت ببینید گفتیم برای مجهول کردن سوالات که میپرسم جواب بدید برای مجهول کردن اولین کار چیه بچه ها؟ جواب بدید اولین کار تو مجهول کردن چی بود؟ مفعول رو پیدا کنیم بیاریم اول جمله خدا خیرتون بده خب اینجا شی فاعله was sweeping فعله the rooms میشه مفعول منم مفعول رو میارم اول جمله میسم the rooms این میشه حرکت اول من حالا was sweeping چه زمانیه بچه ها؟ جواب بدید was sweeping چه زمانیه؟ آفرین گذشته استمراری کاملا درسته زمان ها رو جون من خوب بخونید بچه ها تو رو خدا خوب بخونید زمان ها رو غیر از این باشه مشکل دارید شما خب was sweeping گذشته استمراری من سریع میرم تو جدول ببینم که گذشته استمراری چوری مجهول میشد گذشته استمراری was over میخواد being میخواد و قسمت سوم فعل میخواد was over being و شکل سوم فعل خب عرض شود که این که من اینجا was بگم یا were بگم دیگه به این واس کار نداریم بچه ها این برای صدومین بار به این رومز کار داریم چون رومز جمعه واس نمیگیم بایستی از ور استفاده کنیم می‌نویسیم ور بینگ حالا یک مشکلی که تو جوابهای شما ها من دیدم اینه که بی‌انصافا شما هنوز اون فعلای بی‌قاعده آخر کتاب رو حفظ نکردید این فعل سویپ رو نگاه کنید شما سویپ جارو کردن گذشته چی میشه؟ میشه سویپت قسمت سوم میشم میشه سویپت شما همیگی اومده بودید ایدی بهش دادید نه آقا این فعل بی قاعده است خب میسیم ور بینگ حالا شکل سوم سویپ هم میشه سویپت اینجا میسیم سویپت این میشه حرکت دوم من حرکت سوم چیه بچه ها؟ ادامه جمله میگیم when I entered بقیهش دیگه خودش معنیش هم ببینید جمله اولی میگه او داشت اتاقا رو جارو میکرد وقتی من وارد شدم اینجا میگه اتاقها داشتن جارو میشدن وقتی من وارد شدم معنی جمله اینه دقت فرمایید؟ آره یا مثلا این جمله رو نگاه بکنید شما
این جمله رو الان مجهول کنید بچه ها، ببینم چی میگید. She had put all the money، گذاشته بود همه پولا رو، یعنی کلی پول بوده، in the safe، تو گاف صندوق. انجام بدی ببینم چی میگید. جوابتون رو برام بفرستید الان. تون سری. خب. The money was put by her. دیگه؟ بقیه آقا این خانوما؟ بله. All the money had been put by her in the safe. بله. All the money was put in safe by her. The money was put by her in the safe. بله. All the money was put. خوبه. دیگه. The money had been put by her. دیگه بقیه ها این خانوما. خب دقت بفهمید. باز ما میایم این جمله رو به ما دادن، میگن معلومه مجهولش کنید و بالعکس. بلا فاصله به فعل نگاه میکنم، من میبینم در محل فعل ما بی نداریم اصلا. ما گفتیم هر موقع بی با قسمت سوم فعل بیاد میشه مجهول، یکیش نیاد میشه معلوم. پس این جمله معلومه باید مجهول بشه. خب برای مجهول کردن سه تا کار انجام میدادیم. اول سراغ مفعول میرفتیم، مفعول بعد از فعل میاد. اینجا old money میشه مفعول ما. گذاشته بود چه چیز را؟ همه پولا رو. خب ما همه پولا رو میاریم اول جمله، old money. این میشه حرکت اول من. حالا باید به این فعل نگاه کنیم ببینم چه زمانیه. چه زمانیه بچه ها؟ میشه گذشته کامل. خب میریم تو جدول ببینیم گذشته کامل کدومه. این گذشته، اینم کامل، میشه این خونه. من تعجب کردم بعضی از شما گذشته ساده نوشته بودید، وازوه را برده بودید و قسمت سوم فعل. عزیز دل من، گذشته کامل با حد نوشته میشه. حد بین میخواد و قسمت سوم فعل. خب میریم تو جمله نگاه کنید. اینجا حد که خودش داره دیگه، اینم حد. بعد بین رو میارم، قسمت سوم پوت چی میشه؟ میشه خود پوت دیگه، اینم پوت. این میشه مجهول، گذشته کامل مجهول. ولی اونایی که با واز و ور نوشته بودن در واقع فکر کردن جمله گذشته ساده یه. نه آقا، این گذشته کامله. میگیم had been put. حالا بعد ادامه جمله، اینجا ما قید زمان نداریم بچه ها. in the safe تو گاف صندوق میشه قید مکان. پس ما خود in the safe رو می‌نویسیم. in the safe. حالا آخرش دوست داشتیم فاعل رو با بای میاریم. میگیم چی؟ میگیم by her.
ما گفتیم اگر قید زمان باشه فاعل با بای قبل از قید زمان میاد. اینجا که ما قید زمان نداریم، پس قید مکان رو می‌نویسیم آخرش دوست داریم فاعل رو با بای میگیم، دوست هم نداریم نمیاریم. این هم میشه حرکت سوم. ببینید جمله اصلیمون میگه او گذاشته بود همه پولا رو تو گاف صندوق. اینجا میگیم همه پولها گذاشته شده بود تو گاف صندوق به وسیله او. خیلی خوب، ادامه بحثمون رو انشالله جلسه آینده خواهیم داشت و تستی رو هم میارم براتون که PDFش رو براتون بذارن. عرض که فقط شما تو سرفصلش میگیم که جملات سوالی را چگونه مجهول کنیم. این سرفصلیه که جلسه آینده بایستی توضیح بدم. شما هم یادتون باشه یادداشتم بکنید که طرز مجهول کردن جملات سوالی چطوریه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. اون فعلای بیقاعده آخر کتاب رو انشالله کامل بخونید بچه ها که لازمتون میشه، با معنا هم بخونید انشالله. موفق و معید باشید.